بچه ها سلام، من برگشتم با یه ویدیو دیگه. ولاگ استانبول برای دومین بار، البته این دفعه دو سه تا شهر میریم، یکیش استانبوله، بقیهش هم بعدم بهتون میگیم که حالت سورپرایز باشه. با ما باشین. اینم از سیستم کلن استانبوله. یک ساعت رسیدیم اینجا، در نتیجه فلشبک الان بزنیم ببینیم فرودگاه چه اتفاقاتی افتاد. بریم. اوف آقا دختر، ما رسیدیم. چه پرواز طولانی بود، ولی ببین هر دفعه آدم چیزی یاد میگیره. دفعه پیش چیزی که یاد گرفتم این بود که شما با پاسپورت ایرانی، خب تو ترکیه که ویزا نمیخوای، درنچه اگه پاسپورت ایرانی که حتما دارین مثلا با اون بیایم. اگه پاسپورت مثلا آمریکایی داشته باشین راتون میدن، ولی با ویزا، ولی با پول بدیم، مثلا $30 بدیم. ما پاسپورت ایرانیامون آوردیم که پول ندیم. ایشون رد شدن، مال منو گیر دادن. گفتم چیه داستان؟ گفت شما پاسپورت ایرانیت تا آخر امسال به سال میلادی بیشتر فرصت نداره و مینیمم این که تو بتونی ویزا بگیری بیای وارد ترکیه بشی اینه که 5 ماه بعد حتما پاسپورت تاریخ انقضاش باشه. اصلا من همچی چیزی من نمیدونم. و مجبور شدیم بریم دوباره با این خستگی دور فرودگاه ویزا بگیرم، $30 رو بدیم مثلا میشه و بیایم و خلاصه حالا که بعد بدی دیگه. آره دیگه اب نداره. بعد بهش گفتم که، یعنی خودش گفت، علی گفتش که اصلا نمیارزه من بخوام پاسپورت ایرانی رو تمدید کنم، به خاطر اینکه اگه هر دفعه بخوایم بیایم اینجا $30 میگیرن، ولی اگه بخوایم اونجا مثلا تمدیدش کنی $200 اینا میگیرن. خیلی گرون میشه. آره بعد تو با پاسپورت تاریخ گذشته ایرانی میتونی بری ایران، راد میدن، کاری ندارن، که میتونی بری اونجا. اگه یه موقع مثلا خواستی بری ایران با همون میری اونجا $10,000 چقدر میگیرن؟ نمیدونم چقدر میگیرن، ولی مثلا کم میگیرن. دو روزه سه روزه هم برات میاد. آره بهترین ببین مغزو ببین، مغز اقتصادی رو ببین. آره دیاری $30 رو اینا از ما گرفتن. چقدر ما بار داریم برای 10 روز؟ یعنی واقعا میدونی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما لباس گرم خیلی زیاد داریم. بعد لباس گرم هم چقدر حجیم و چیزه، وگرنه واقعا مثلا انقدر چیز نیست، انقدر همه چی گنده گنده است که انقدر شده. ولی این حرف در بیاریم Jack. دو ماهشه. What a fancy name. Shalom. It's cute. You are so cute. Thank you. Thank you.
so much. Melts my heart. اصلا یعنی ببین همین فقط دست دارم شبه ما یک بچه دو ماهه بچه بیوتی بود تقریبا اوی خیلی کیوت بود عجب چیزی داره این رفیه همون میزنه بازم ما اومدیم استانبول و این داستان ها صدق خانوم به کجا داریم میریم ما؟ دنبال غذا کوه میکشیم ببینیم کجا بریم بهتره ولی من فکر میکنم چه این محبت غذا گیره با میگه چه با حال ناصر اینا اینا اه علی اینجا پارتی گروه هاست بابا یه ذره خودش میخوره یه ذره میده به اونه بعد بازی هم میکنه باشه دیگه چی میده بهش؟ شیرینی؟ سوسیس کالباس لابود میده کیف میکنه دمه دیگه کباب داره پیتزا داره پاستا داره ماش هر چی دلت بخواد داره یه حالت سنتی میخوایم دیگه اینجا خیلی باحاله ببین مثلا اینجا کنار این پل است بعد این مسجد چیه این مسجد خیلی بزرگیه این من نمیدونم چیه ولی فوق العاده اینجا جای باحالیه میگم بین این همه رستوران عجیب تصمیم گیری سخت صدا همشون هم میگم بیا بیا گل غذاشون هم فوق العاده است همش عکساش البته ما نخوردیم آره دیگه عکساش دیگه حالا خودشو که ما نخوردیم و ندیدیم فعلا حالا بریم ببینیم صدا بعد تصمیم بگیریم پروسمون روده کوچیکه داره بزرگه رو بهش تجاوز میکنه چه جان سفر نایی مهمون هم دارد البته اومدید ما چیزی نداریم دومش معلوم البته رفت در اون یکی حالا بفهمیم ما غذا اومده خب بالاخره صدف جان انتخاب کردن این رستوران رو و ماهی سفارش دادن ماهی که البته گفتم پاک بشه کشتیم خودمون رو دور شهر دنبال رستوران ترکیه مثلا من همینو گرفتم اینم پر بود ولی خب خورده شد و ما دیگه متاسفانه بیشتر از این نمیتونیم صحبت کنیم تا سکانس بعد خدا نگهدار با ما فهمیدیم که این پیشی از بزرگوار متاسفانه فکردنش احتیاج به ارتودنسی و عمل داره رفته بودیم توی رستوران نشسته بودیم آقای گفت آقا کنفه نداریم کنفه اگه میخواین بعد بیاین اینجا ما هم اومدیم اینجا آقا اینجا میگم خیلی کنافه‌اش خوشمزه است ما هم چون دوست داشتیم داریم میایم اینجا بیچاره چه آدم خوبی بود رستورانی که توش بودیم غذا می‌خوردیم نداشت آره نداره پس نمی‌خوام بعد گفتش که پس بریم اینجا دو تا بالاتر بیاین اینجاست آدرسو داد نامرده بفرما بریم ببینیم چیه خب آقا دستش نگرفتین ولی من خودم به زبان شیرین ترکی سفارش دادم گفتم مرحبا بیر دانه کنافه یکی دانه چای تشکر زنده باد اگه بخوام خیلی دیگه سنگ تمام بذارم میگم تشکر لره بعد از داشتم تا ده هم برات میشموردم پیش ببینیم فکر کنم ولی فکر کنم از مثلا چهار به بعدش چهتون رو دیگم بیر یکی او دور دورد 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 دو میگم مثلا سه سالگی یادمه که مامانم بهم یاد داده بود بشمارم دو مامانم از کجا بلده دیگه ببین همه بلدن یک تا در بشمارم بله بیر ایکی اون دون بش فاترو سینکو سینکو سی چرا چرت و پرت میگی؟ اونو دو سه نه خیر همون نمیگی نه خیر نمیدونم راستش هی سیری اوه اینترنت ندارم حالا بعدا بهتش اومد بح 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 بخوریم همین الان از توفر درش رو داریم من دیدم آقا داده داشت خمیرش رو یعنی از صفر همین الان درست من الان میخورم براتون که ببینیم به چه صورته به چه
و و دیو صداف چون بهترین غذای اون زمینه. خود هر چیز آشغال ریختن نه بابا چی آشغاله چرا دیگه همه چیز خوبه دیگه بخور عزیزم بخور اون فست فود آشغالیه که می‌خوری پنیر پیتزا داره دیگه خوبه حیف که تو نمیتونی بخوری همین الان اینو پرت میکنم تو سر یارو هم میرم میخورم خداحافظ خب آقا اینترنتمون بس شد حالا الان Hey Siri can you count 1 to 10 in Turkish? I can't translate into Turkish yet. Learn Turkish in 3 minutes. میگه در 3 دقیقه ترکی یاد بگیر. سلام arkadaşlar. Ben Zehra. Merhaba. I'm Zehra. Welcome to turkishclass101.com. #Türkçe. The fastest, easiest and most fun way to learn Turkish. If you want to learn numbers in Turkish. Yes, numbers. Oh, numbers. From 1 to 10. And you're going to learn them only in 3 minutes. Which dakika? Are you ready? Yes. Let's start then. Bir. 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 İki. 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 Üç. 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 Dört. 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 Beş. 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 Altı. 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 Yedi. 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 Sekiz. 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 Dokuz. 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 İtalya değil mi? And finally, on. 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 Okay. Off. Can I get better? After me. The way. I'll say the numbers. Yeah, the Beba. Bir, iki. Bir, iki. Bana güvenmiyor. Bir, iki, üç, üç, dört, beş, çiçi, altı, yedi, no, altı, beş. پشت مصاحبه اولیش با مجله پل هستش که احتمالاً وقتی این ویدیو رو ببینین منتشر شده چون دو سه سال طول میکشه این ولاگ درست کردنش دومیش هم مثل که با تلویزیون است یکی از تلویزیون‌های ترکیه از استانبوله که صدا خانوم باید مصاحبه کنه شبم که اون برنامه خودمون هستش خلاصه دیگه حسابی روزش خواهش میکنم بفرمایید اختیار داریم ولی جالب اینجاست که ما الان بیداریم چون به هر حال جت لگ عجیبی فوتبال و آقای خیابانی عزیز خلاصه با ما باشین امروز خیلی قرار خوش بگذاره استرس بالا است این بیقرار شد بالا ما رو آوردن دیگه خب صدف یه پاپی کوچولو دید البته زیادم پاپی نیست بکنم ولی خیلی بامزه است میخواد بازی کنه آخه آره دیگه میخواد بازی کنه چقدر کیوته ولی مثل پاپی مثل من که بچه هست خیلی دوست داره بازی و فلان و صدف جان اشکل من اشکل من فندق اندازه کف دسته اوکی آقا بریم سر کار بریم سر کار داریم خدافظ سلام
چقدر کیوتی داشت. اوه این چقدر خوشگله. خیلی جون سلام. آقا یه ذره اول چی میگن؟ ریتاچ؟ یه ذره به قول معروف دوباره این پنکیکا و اینا رو بیاری والا. سیستمشو ببینم چرا اساس کنم اینجا هواش مرطوبه. آره دیگه کنار آب دیگه. در حال ضبط برنامه، در حال که رندشون نکرد، ولی الان میخوایم برنامه پرژین کت رو ضبط کنیم. من یک گربه ایرانی ام و بعد اونجا چیکار کنیم؟ میو میو اینا میو میو قراره بکنیم و میاستانا. خب دیگه یه چیز میخوری اضافه؟ به نظر من خوبه، میپسندید؟ بریم. من که اصلا بدون این برنامه هم شما رو پسندیدیم تمام شد و رفت. بریم یه برنامه یه به نام پرژن کت که دارن از صدف یک کلیپ میسازن. صدف داره خودش همونجور که دیدید تو ویدیو قبلی داره آماده میکنه، الان داره ازش فیلم برداری میشه. بریم ببینیم چه خبره. این یه ما دیشب رسیدیم. حالا جالبه به ما گفتن که این برنامه پرژن کست 5 ساعت زمان میخواد، 5 ساعت باید حرف بزنیم، ما یک ساعت بیشتر وقت نداریم. دوم سومی پرژن کست ایرانی تو برنامه ما. حس خیلی خوبی دارم که سومین پرژن کست ایرانم. اگه اولش بودم خیلی حس بهتری داشتم. صدف داره آماده میشه برای بخش دوم مصاحبه. این پاپی خوشگل هم اونجا تو بک‌گراند هست، خیلی کیوته. من نمو دادم این کامرو بینم میشه چیز بدم که دوست دارم نرا داشته باشیم و میایم جلو. یکی راجب اون کاری که کردی توی امریکا صحبت کردی و رفتی روی ورگ، اینو میخوام داشته باشیم. شروع کن کول که آره تازه دیروز اومدیم استانبول و همین معیتی که ازت گرفتم داشتی آماده میشدی و اومدی کلن رو اومدی نشستی این داستان ها. الان دوربین رو توه چی که شروع میکنی حرف زدن ادامه یه حرف بزن اصلا هر چی دوست داری بگم و بهترین هاش رو بهترین قسمت روش دارن اصلا فکر کنم که زب میشه یه چیز خاصی بگم. خدایا خب من بهت میگم، من بهت میگم از کجا شروع کنم. خب اوکی داستان از کجا شروع شد؟ این جالبه. من خب از بچگی عاشق آرایش بودم دیگه. کلا یعنی اصلا همیشه میرفتم روجلر و نمیدونم رینر، همه چی مامانم میدوزیدم. حتی یادم میاد موقعی که مامانم رینرش تموشو مینداخت دور، من میرفتم یواشکی از تو سطل آشغال برش میداشتم، توش آب میریختم اینو زندهش میکردم. ولی مثلا تینیجرینا که بودم یادمه که مثلا همیشه میگفتم من بزرگ شم میخوام میکاپ آرتیست شم و من دوست دارم این کار بکنم و اینا. ولی خانواده ایرانی دیدی چجوریه، همیشه میگن نه تو باید دکتر شی، مهندس شی، وکیل شی، فلان شی، اینا. یعنی مخالفت خودشون و خانواده من از اون اول اعلام کردن که کلا دور این کارو خط بکشن. بیا امیر علی این خوب بود تعریف کن. خب آتا جان خب بیا اینجا یه کار اینجا تا اینجا کار تا اینکه دیگه بزرگ شدم و دیگه به همون چیز خودم رفتم. نه خیلی مهمه خواهد میشه دوباره در تا اینکه بزرگ شدم، تا اینکه دیگه وقت دانشگاه رفتنم شد و گفتم اوکی حالا که من قرار نیست میکاپ آرتیست و آرایشگر و این حرفا بشم، حداقل بذار برم شیمی بخونم که بتونم بعدنا لوازم آرایش خودم رو تولید کنم، کارخونه لوازم آرایش بزنم. یعنی مثلا هدف من بود. رفتم شیمی خوندم، لیسانس شیمی رو از تهران گرفتم. بعدم که دیگه توی همون بحثای درسم هم بود که رفتم آمریکا و دیگه یه مدت مثلا میتونم بگم دو سال خورده یه هم به خاطر درسم هم میرفتم ایران رو برمیگشتم، مثلا هر چند وقتی رفتم میرفتم آمریکا میرفتم ایران. بعد که رفتم اونجا دیدم نه من اصلا یعنی واقعا هنوزم که داشتم درس میخوندم گفتم من این کارو نیستم، یعنی من واقعا از شیمی بدم میاد. یعنی درسته که مثلا رفتم این کارو به خاطر اون هدفم بکنم ولی واقعا نمیتونم ادامه بدم.
رفتم اونجا شروع کردم پرستاری خوندن. رفتم پرستاری خوندن به هوای اینکه مثلا به مردم بوتاکس بزنم، ژل و فیلر بزنم، هنوز مثلا خوشگلشون کنم، ولی خب آرایشی نیست، ولی تقریبا تو همون وادیه دیگه. خلاصه وسط های درسم هم که بود کار نیمه وقتی رو شروع کردم به عنوان میکاپ آرتیست برند لانکوم، که دیگه اون واقعا دیگه چی میگن شغل رویایی من بود. مثلا خیلی خوب، دوباره میگو تا شغل رویایی من بود کار موزیکو قرار شد اوکی کنی در بالا بدی میخوام از تو ادامه بده همین روند که شغل رویایی من تا کجا گفتی؟ تا شغل رویایی من بود. الان رویایی من بود به بعد تصویرت هم بخوام رویایی برش راغب سره بودی؟ صدف خانم لباسش رو عوض میکنه برای دور دوم عکاسی. اینا مگه باید ببره خوبه ها؟ آره باید حوزی اینجا با خلاصه یه هندونه فقط کمه توش همونه بخواد دوباره کشه بازی کنم. خب هیچی از این زندگی نمیتونه غیر از بازی. خیلی زورش زیاده، تازه این بسته است وگرنه الان منم میخورد. بده فوش نده بهش، بدتر ناراحت میشه. گرن کلوف خدافظ. تغییر چهره دادیم آقا. ظرف سه سوت، ظرف ده سوت. چقدر هم قشنگه اینجا. به به، این همون هتلیه که اگه خاطرتون باشه دفعه قبل اومدیم. دفعه پیش اومدیم. چقدر سرد بود پسر دفعه پیش، یادته؟ آره یخ میزدیم یه جورایی. ما فقط لباس گرم آوردیم، فقط به هوان یخ نزنیم. حالا الان داریم میریم مصاحبه. چی هم نخوردیم به زبان خارجی. اینجا دارن این مایکروفون صدف رو وصل میکنن بهش و آماده میشن برای اینکه باهاش مصاحبه تلویزیونی داشته باشن. جاش خیلی برای عروس تومادا خوبه. یه دوباره اینجا یه عروسی بگیریم. یعنی آقایی تو دیگه خواهی پرید وسط مصابیم. چطور بود آقا؟ مقصد بعدی هستیم؟ جای بعدی هستیم؟ یه ساعت دور خودمون گشتیم تا دیگه شام شروع شد. دیگه مثل که خوشگلم چیدم بیرده. بکنم صدف داره تو خواب را میره، حواس هم هست بهش. خب اینم میز خوشگله که آریمو چطوری آریان؟ خوب، مرسی عزیزم. او الان به این نتیجه رسیدم که چرا جای من شخصا خوبه. من خوش به استیجم. آخرین نفر اومده نشسته انتظار داره بالای مجلس. ما بی دعوت اومدیم. آقا ببین کیو پیدا کردم. مرسی داداش. سلامتی داداش. خوبی؟ مرسی. چه
خدا از ایرون همه میشنفتن. این هم سختی های کار صدفه. خیلی سخته واقعا کار ما بعد از کار معدن دومی شغل سخته. بگی یه عکس بگی بفهم از چقدر سخته. خیلی سخته زاویه رو چیز میگرسته آخه الان دستش رو میشه. ببین این بچه دست منو گرفت نه که بگیره ها داشت بازی میکرد معلومه؟ اوی 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 گفتم یخ بذار اونجا عجب قوی بود اونو اومد از این میگارو دردوسکش رو بگیره دست من اشتباهی کنه. چقدر جالب بریم بیفتیم رو غذا. بابا تو خیلی سوسونی. این چیه پس بهشه؟ این کاغذ دستمال دیگه. بعد از جوریدن بلال از دندونا صدف تصمیم گرفت بریم تو عزیزم ریالیتی رو با گرفت واقعیت ها سیبیل انگار در آورده. بریم ببینیم چیه بابا این مسجد به این عظمت. صدف خانم یه نگاه به ما بکن تو رو خدا با این حجاب زیبات. اینا چه خوشگله. برو بریم You charge me for this? Yeah, it's for me. Oh, it's for you? But I give it for you. Oh my god, it's for him. آقا خیلی اینجا مرا معرفت بیداد میکنه. چای خودشون رو به ما دادن. Thank you very much sir. میگه چرا چایشو داره میده به من؟ نه یه دیدم چایو داد و اینا. آقا این شد آتیش بازی که انجام شد. بابا صدف خانم بیافروش بابا بفرمایید. Yes, thank you. اینم غذای میز بغلیه.
چند نفر این قضا میده؟ 10 نفر رو قشنگ راحت میده. 10 نفر نه، ولی 7 نفر رو میده. خب اینم گل مجلس. از این کارهای چیز نمی کنم، کارهای عجیب غریب فکر می کنم می کرد، ولی فکر کنم درسته که سفارش میدی اونطوری می کنم. آره راست میگه. تشکر. گفت اینم فری گیفت توه چون قهوه ریخته رود. دوستان ما امشب اومدیم یه برنامه‌ای بود که برامون تدارک دیده بودن با یه سری از دوستان اینفلوئنسر که اینجا هستن. نه صدا البته میاد، نه دوربینو بعد میگردونم. بچه بای بای کنید. بای مقصد بعدی. خب ماشینه که اومده اینه که قراره 10 نفر توش جاشه. من نمیدونم چه اتفاقی میفته، چند نفر تو صندوق میرن، چند نفر تو داشبورد میرن. بچه ها بالاخره جا شدیم. بله دوستان، واتساپ واتساپ گایز. ما قدیما میریختم مثلا 50 نفر گنگیم دیگه. همه اینجا ما هم اینجوری این جلوییم. خوشحال دور کشیده بود الان اینجا هوای خوبی داره قطعا. همم عطر و عبیر زدم، بوی خوبی کشیده من توی اتاق ماشین. روزه گذاشته اجتماعی یه منفی مثبت اجتماعی کرده. این که ماچ میفرسته رو میخوام بچه ها. بعد بگی از قدیمی ها بذاره.